سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم ماه جدی سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. فرستاده شدن پرونده یک وزیر سرپرست به لوی سرنوالی. متهم شدن شمار از مقامات بلندپایه دولت به دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای در کشور. با پیش‌بینی‌ها درباره بدتر شدن اوضاع در عراق. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پرونده یک وزیر سرپرست که متهم به غصب زمینی که بیشتر از 40 میلیون دلار ارزش دارد به سورنولی فرستاده شده است. اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری میگوید که این پرونده این وزیر سرپرست که بیشتر از 11 جریب زمین دولتی را غصب کرده است با لوی سورنولی فرستاده شده است. اما لوی سورنولی با رد این موضوع میگوید که تاکنون چنین پرونده به این نهاد فرستاده نشده است. غصب زمین های دولتی از سوی زورمندان و افراد قانون شکن یکی از نگرانی های جدی در کشور به شمار می رود. اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری می گوید که این اداره پرونده های مبنی بر غصب زمین های به ارزش 100 میلیون دلار را به سورنولی فرستاده است. این اداره ادعا دارد که پرونده یک عضو بر حال کابینه نیز مشمول این پرونده هاست که ملکیتی را به ارزش بیشتر از 44 میلیون دلار غصب کرده است. هرچند این اداره از این عضو بر حال کابینه نام نمیبرد، اما میگوید که این ملکیت مربوط به عبدالمجید خان زابلی می شود که وی پیش از مرگش آن را به دولت بخشیده است. 100 میلیون دلار قیمت از این دوسی است. به این کسای داخل است که زمین دولت غصب کردن، جایدادهای دولت غصب کردن که ایره ما او وقت به سارنوالی روان کردم. بعد از او هم چندین دفعه به این مکاتیب متعقید کردیم به سارنوالی که اینا رفته. ما امیدوار استم که سارنوالی به نوبتش اینا را بررسی کنه و رسیدگی بکنه تا وی دارایی های دزدی شده دولت پس دوباره به مردم افغانستان تعلق بگیره. اینجا مملکت بالاخره باید قانون اینجا حاکم شه. ای که کی زوراور است کی کمزور است، هر دو مقابل قانون باید یک درق داره معامله شه. در حالی که اداری عالی نظارت میگوید که این اداره نزدیک به 70 پرونده فساد اداری را به لوی سورنولی فرستاده است، اما لوی سورنولی میگوید که این اداره تا کنون تنها 30 پرونده را به دست آورده است. ریاست محترم نظارت بر تطبیق استراتژی خود میگه که ما 70 پرونده یا 70 دوسیه را قرار بررسی بر لوی سورنولی روان کردیم، ولی ما 30 قضیه از این را فعلا جدول داریم که پیش ما موجود است. در این جمله 30 قضیه که جدولش پیش ما هست تا بالا در این جمله هیچ وزیر برحال کابینه به اتهام کدام جرم بر ما معرفی نشده و وجود ندارد. اما اداره عالی نظارت می افزاید که پرونده هایی که آنان به لوی سورنولی فرستادن چندین بار با نامه های رسمی پیگیری کردند. اصلا از وزیرهای برحال کابینه است ارزش زیمو پول و دارایی ها. خب البته گفتم این باید بره به محکمه، محکمه فیصله کنم. متاسفانه من نام گرفته نمیتونم. بله، هر جسد تقریبا دو واقع است که از یکی از وزیر سایبا 44 میلیون دلار موضوعش است. اینطور از وزیر سایبا کال وزیر هم نیستن، دوسی های پیش ما بود کنار مروان کردم، کال اونا یا وکیل پارلمان استن یا به خانه خودشش دستن. اداری عالی نظارت می افزاید که این اداره در سال 1389 هجری خورشیدی 216 قضیه فساد اداری را بررسی کرده است که از این میان 34 پرونده به لوی سورنولی فرستاده شده است و در سال روان هجری خورشیدی این اداره 251 قضیه فساد را بررسی کرده است که از این میان 32 پرونده به سورنولی فرستاده شده است. جبهه ملی افغانستان شمار از مقامات بلندپایه دولت را به دست داشتن در قتل های زنجیری شخصیت های ملی کشور متهم می کند. رئیس جبهه ملی با محکوم کردن عمل اینطوری دیروز در ولایت تخار حکومت را در تامین امنیت در کشور ناتوان می داند. از سوی هم شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حکومت به ناتو می خواهند تا جلب این گونه قتل ها را بگیرند. جبهه ملی افغانستان رویداد تخار را برخواسته از ناتوانی نیروهای امنیتی میداند و میگوید که این کار مردم افغانستان را با چالش جدی روبرو ساخته است. قتل
بزرگترین مشکل برای مردم افغانستان به وجود آوردن و همچنان سیاست‌های بسیار مبهم حکومت در برابر طالبان در مشکل بسیار جدی امنیتی تبدیل شده و این عدم علاقه حکومت در مبارزه علیه تروریستان و سرکوب تروریستان مردم ما را در مورد سیاست‌های امنیتی حکومت بسیار زیاد مشکوک ساخته. شماری از نمایندگان مردم در مجلس کشته شدن نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان را همراه با 20 تن از غیر نظامیان و نیز زخمی شدن بیش از 50 غیر نظامی دیگر در یک حمله انتحاری در ولایت تخار به شدت محکوم می کنند. آنان از حکومت می خواهند تا عاملان این رویداد را شناسایی کند. ما به تمام دشمنان افغانستان هشدار می دهیم با کشتار هیچ چیزی عزم مردم افغانستان جلوگیری کرده نمیتواند. با قتل مردم افغانستان مردم ما را زجر، آزار و سوک ننشانند. آتشی که خودشان در میته به آتش آخر خود خواهیم سوخت. ده پیش موږ په کلک غندو د یوازینی پیش نه ده چې په افغانستان کې مینځ سره غلې ده چې مطلب یک صاحب په شهادت ورسېدی. داسې موږ په ډیر ولایتو کې ډیر شخصیتونه موږ د لاسه ورکړي دي. خواستیم در این باره نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. برخی از نمایندگان مردم در مجلس میگویند که دشمنان افغانستان همواره تلاش دارند تا افغانستان یک کشور باثبات نباشد. از همین رو تلاش دارند تا شخصیت‌های کشور را آماج قرار دهند. آنان از حکومت و جامعه جهانی میخواهند تا هر چه زودتر جلو این کار دشمنان مردم افغانستان را بگیرند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیتی ملی رئیس جمهور کرزی را به بی‌اعتمادی نسبت به نیروهای امنیتی کشور متهم می‌سازد. آقای صالح هشدار می‌دهد که اگر دولت افغانستان در بخش‌ها و نهادهای گوناگون اصلاحات بنیادی به میان نیاورد، سال 2014 میلادی یک سال فرصت‌ها نه، بلکه سال چالش آفرین خواهد بود. در این حال، امرالله صالح بر آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید می‌ورزد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در گرد همایی باشماری از عالمان دین یک بار دیگر از حکومت می خواهد تا در بخش و نهادهای گوناگون و ویژه در کمیسیون مستقل انتخابات در روابط حکومت با شورای ملی و نیز در نهادهای عدلی و قضایی اصلاحات بنیادی به میان آورد. اصلاحات قابل دید بود، شفافیت بیشتر شد. 2014 یک سال فرصت هاست، ائتلاف های شکل میگیره، هر کسی که برنده شد در یک فضای شفاف یا نیمه شفاف ملت افغانستان از نظمی که به وجود میآید حمایت خود کردند. بدون اصلاحات اینما پیش بین هستیم، بدون اصلاحات ما پیش بین خیزش و قیام های مردمی هستم، قیام بر حق که با خیزش طالب فرق داره. در همین حال شماری از شرکت کنندگان این گرد همایی از روند کنونی گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت و پیش با طالبان به شدت انتقاد می کنند. خداوند می فرماید که اگر طائفه هایی از مؤمنین در میان هم به جان هم می افتند، خون یک دیگر را می ریزند، در میان این طائفه ها باید شما صلح و مصالحه را به وجود بیارین. اگر هر طرفی که اینها صلح را نمی پذیرند و از حکم خدا سرپیچی میکنند، پس اونها را بزنید و سرکوب کنید تا حکم خدا را قبول بکنند. اگر خواست حوزه ضد طالبان، اگر خواست حوزه عدالت خواهی، اگر خواست حوزه مقاومت ملی افغانستان مد نظر گرفته نشه، هر نوع معامله چی امریکا و چی آقای کرزی و دولتش انجام بده ده حد معامله باقی میمانه، صلح نمیاره، جغرافی جنگ تغییر میکنه و افغانستان به یک تشنج و بحران عمیق‌تر از امروز پیش میره. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در واکنش به خواست رئیس جمهور کرزی درباره پایان عملیات‌های شب‌هنگام نیروهای خارجی در کشور میگوید که آقای کرزی به نیروهای امنیتی افغان به اعتماد است. شما که مشکل دارین با امریکا در ارتباط عملیات‌های شبانه، راه حل برای شما چی است؟ بالای نیرویی که به تو کار میکنه زیر بیرق استاده است و جان خود فدا میسازه برای دفاع از این وطن، تو قبالایش اعتماد نداری که از ارک تا خیمه لوی جرگه را زیر چتر از او سفر بکنی و در عین زمان با متحدین افغانستان هم مشکل داری و در عین زمان متحدین سیاسیت هم هر روز از کنار تو خارج شده روان هستند
و در عین زمانم طالب از سالهاست که برادر میگی و او پاسخ میته با سربریدن و انتحار و انتقام. پیش از این نظامیان افغان و ناتو هم باره گفتند که عملیات های نظامی شبهنگام در نابودسازی هراس افغانان و نیز در کشتن و بازداشت رهبران آنان بسیار اثرگذار بودند. اما رئیس جمهور کرزی خواستار پایان بخشیدن به این عملیات هاست. رئیس جمهور کرزی برای جلب پشتیبانی مردم کشور درباره توقف عملیات های شبانه هشدار میداد، اما در برابر حملات هراس افغانان واکنشی که باید نشان بدهد نمیدهد. شمار از آگاهان با بیان این مطلب میگویند که در جرگه سنتی درباره امضای پیمان راه بودی میان کابل و واشنگتن شروط های زیادی پیشنهاد شده است، اما رئیس جمهور کرزی تنها بر یک شرط آن تاکید میورزد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی هشدار داده است دانگامی که نیروهای خارجی از عملیات های شب هنگام و بازرسی خانه ها دست بر ندارند، پیمان راه بودی با آمریکا امضا نخواهد شد. هشدار رئیس جمهور کرزی درباره این که تا هنگامی که نیروهای ناتو از عملیات‌های شبانه و بازرسی خانه‌ها دست نکشند، پیمان راهبردی با ایالات متحده آمریکا امضا نخواهد شد، واکنش‌های برخی از آگاهان را برانگیخته است. این آگاهان انگیزه این کار رئیس جمهور کرزی را و دست آوردن پشتیبانی مردم از خودش می‌دانند. جناب رئیس جمهور به خاطر جمع کردن اذهان مردم توسط تبلیغات خود، توسط گفتهار تمثیلی خود میخوان که اونا را جمع کنه با خود و دلسوزی خود نشان بده، در حالی که ما اولاد خود، پیر و زن، جوان خود هر روزه ما در خون غرق میبینیم. چرا ممانعت نمیشه در اینجا؟ چرا پافشاری سر از این حالات نمیشه؟ چرا عملیات استخباراتی توجه جدی خود در این توجه جدی خود مبذول نمیداره؟ چرا این پافشاری نمیکنه سر او طرف خط سرحد افغانستان، سر خود پاکستان؟ یک روز برادر، یک روز دشمن. بنا ان فیصله ما به این میرسه که سیاست افغانستان فصلی و زمانی و دوسیکه‌ای هستند. حمله شما هم بخش یک پیمان است و من نمیدانم که مثلا سخنان رئیس جمهور تا حدی به خاطر خوراک داخلی بوده، یعنی به خاطر اقناع بعضی کسان داخل افغانستان بوده یا بسیار جدیت هم داشتم. من وزیر مطمئن نیستم. برای هر حال اگر تنها همین شرطش باشه، با فکر میکنم که یک غلط فهمی بسیار، یک اشتباهی بسیار جدی در مسئله در مغالطه کردن بین یک امر تکتیکی و یک امر استراتژیک است. به گفته این آگاهان، برای حل مسئله عملیات‌های شبانگام راه‌های دیگری وجود دارند که باید به گونه قناعت بخش مطرح شوند و باور این آگاهان عملیات‌های شبانگام تنها در حد یک راهکار مطرح است که می‌توان با تغییر این راهکار به این موزل رسیدگی کرد. اما پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن یک مسئله راهبردی است و ابعاد زیاد دارد و نباید یک راهبرد زیر شعای تنها یک راهکار قرار گیرد. رئیس جمهور کرزی انجام عملیات‌های شبانه و بازرسی خودسر خانه‌ها را از سوی نیروهای ناتو یکی از موانع مهم بر سر راه امضای پیمان راهبردی با ایالات متحده آمریکا می‌داند. گفته می‌شود که کابل و واشنگتن تا کنون در این باره به تفاهم نرسیدند. قرار است که گفتگوها در این باره سال نو میلادی دوباره آغاز شوند. با این همه انتقال امنیت در ولایت‌های سمنگان و دایکندی تا دو روز دیگر عملی می‌شود. وزارت امور داخله می‌گوید که این دو ولایت مشمول مرحله دوم انتقال امنیت هستند. از سوی هم سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل بسیج نشده‌اند و نیاز است تا جامعه جهانی برای بسیج این نیروها با وزارت امور داخله همکاری کند. وزارت امور داخله در بررسی وضعیت امنیتی یک هفته اخیر میگوید که این وزارت در هفته اخیر 4 عملیات مستقل و 7 عملیات مشترک در بخش‌های گوناگون کشور انجام داده است که در نتیجه 14 مخالف مسلحی دولت کشته، 9 تن زخمی و 101 تن دیگر گرفتار شدند. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که 12 پلیس نیز در این عملیات‌ها جان‌هایشان را از دست دادند و 28 پلیس دیگر زخم برداشتند. هنوز ما در پروسه در اوایل پروسه انتقال هستیم. تمام تمرکز توجه ما می است تا 2014 اون نیازمندی هایی را که ما سنجش کردیم و به جامعه جهانی پیشکش کردیم بر اساس از او پلیس شما تجهیز شود تا بتانیم خود کفا شویم. از سوی هم وزارت امور داخله حمله انتحاری را در ولایت تخار کار طالبان و شبکه حقانی می داند. این فرد آموزش یافته توسط گروه طالبان بدون شک، بله طبعاً، و اینا فرستاده شدند تا مردم افغانستان به شهادت برسانند. در این مراسمی که در تخار بوده خارجی مثلا نبود، نیروهای خارجی در اونجا حضور نداشت.
در همین حال وزارت امور داخله از بازداشت مردی که میخواست در ولایت کندهار بر روی زنان و دختران تیزاب بپاشد نیز خبر میدهد. ادامه خبرها از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز. ادامه نامنی ها و تنش‌های سیاسی در عراق به بدتر شدن اوضاع در این کشور خواهد انجامید. معاون رئیس جمهور عراق میگوید که اتهامات وارد شده بر وی میتواند جنگ فرقه ای را در این کشور به راه بیاندازد. در این حال مقامات عراقی میگویند که عمله اینطوری امروز در شهر بغداد 6 کشته و بیشتر از 30 زخمی بر جا گذاشت. پس از بیرون شدن سربازان آمریکایی از عراق، افزایش تنش‌های سیاسی و نامنی‌ها نه تنها شهروندان عراق بل ایالات متحده آمریکا را نیز نگران ساخته‌اند. جو بایدن معاون باراک اوباما بر پایان یافتن اختلافات سیاسی در عراق تاکید می‌ورزد. در همین حال در ادامه نارامی‌ها در عراق، روز دوشنبه یک حمله انتحاری در نزدیک وزارت داخله عراق رخ داد و این حمله افزون بر تلفات جانی زیان‌های مالی نیز به بار آورد. از سوی دیگر طارق هاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق دست داشتنش را در حمله‌های هراس افغانانه رد می‌کند و می‌گوید که چنین اتهام‌ها می‌توانند آغازگر جنگ داخلی لیدران کشور باشند. این توطئه تأسف‌بار است، زیرا تعمد در آن دیده می شود. مالکی می گوید که پرونده 30 ساله در این باره دارد. چرا وی آن را مطرح نمی سازد؟ چرا آن را به نهادهای قضایی سپرده است؟ پاسخ این پرسش ها این است که این مسئله یک بود سیاسی دارد و توطئه برای کنار زدن من از صحنه سیاست است. هرچند وزارت داخله عراق از صادر شدن حکم بازداشت معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق دفاع می کند، اما طارق هاشمی که به منطقه کردستان پناه برده است، نورالملکی نخست وزیر شیعی این کشور را به دامن زدن خشونت‌های فرقه‌ای متهم می سازد. و اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان هند و پاکستان امروز در شهر اسلام آباد آغاز شد. کارشناسان هسته‌ای دو کشور می‌خواهند تا درباره اعتماد سازی در پیوند با جنگ افزارهای هسته‌ای و متعارف گفتگو کنند. مهدی کروبی یک رهبر مخالف حکومت ایران از چگونگی انتخابات آینده مجلس نمایندگان این کشور نگران است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از زبان شوهرش میگوید که موضع‌گیری های برخی از مقام های حکومتی نشان میدهند که انتخابات آینده مجلس این کشور فرمایشی خواهد بود. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی دو تن از رهبران مخالف حکومت احمدی نژاد از دم و به این سو در بازداشت خانگی به سر میبرند. با وجود تیرگی روابط میان کره جنوبی و شمالی، یک هیئت کره جنوبی برای شرکت در مراسم سوگواری کیم جونگ ال به پیونگیانگ رفته است. پیش از این حکومت کره جنوبی هر گونه سفر به کره شمالی را ممنوع اعلان کرده بود، اما به تازگی نمایندگان این کشور برای تسلیت گفتن به خانواده کیم جونگ ال و حکومت کره شمالی به پیونگیانگ رفته است. کیم جونگ ال رهبر کره شمالی به روز شنبه هفته گذشته به علت یک حمله قلبی درگذشت. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. شمار از باشندگان کابل وزارت تجارت و صنایع را در بلند رفتن بهای مواد سوخت مسئول می‌دانند. آنان می‌گویند که نبود نظارت جدی بر بازار سبب شده است که بهای مواد سوخت به گونه بی‌پیشینه افزایش شود و اگر دولت برای کاهش آن اقدام نکند فاصله میان مردم به حکومت بیشتر خواهد شد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افزایش بهای مواد سوخت را برای بازرگانان و برای دولت شرم‌آور می‌گوید. هم‌اکنون کابل روزهای سردی را می‌گذراند و باشندگان این شهر به ویژه آنانی که درآمدهای اندک دارند می‌کوشند پیشتر از هر چیز دیگر برای خانواده‌هایشان مواد سوخت تهیه کنند. اما بلند بودن بهای این مواد نگرانی‌های شدید آنان را برانگیخته است، نگرانی‌هایی که نشانه‌های از یأس را نیز به همراه دارند. چنان که این مرد می‌گوید که وی یگانه نان آور خانواده 8 نفری‌اش است و از اینکه درآمد اندک دارد در حال حاضر توانایی خرید مواد سوخت را ندارد. 200 کار می‌کنم، ایران ماندیم که چوب بخرم، تیل بخرم، زغال بخرم، چی بخرم، واره نمیکنه. ایران ماندیم چی کنم؟ مقصر اصلی خود دولت است. سیستم بازار آزاد اعلان کرده، بازار آزاد کنترل کرده نمیتونه. کسش پرسان نمیکنه که ایران گاز دا کجا رفته، همه تیل چرا قیمت شده، چوب چرا قیمت شده. اتاق تجارت و صنایع در حالی که برگزینه های بدیل برای گاز و چوب در کشور تاکید میکند، از رئیس جمهور میخواهد تا بدرنگ برای حل این مشکل مردم اقدام کند. از مکلفیت ملی و اسلامی نه سکتور خصوصی خلاص میشه و نه دولت.
که مردم ما در ماه زمستان در همینطور یک حالت بسوزه از خونک و ما قرار شیشته باشیم در اتاقای گرم، وزیرای ما شیشته باشه و ما هم شیشته باشیم سکتور و سرمایدار ما هم شیشته باشه. این برای ما خجالت است، هم برای سکتور خصوصی و هم برای دولت که ما چرا از ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کنیم. به گفته اتاق تجارت و صنایع، در حالی که زغال سنگ گزینه مناسب برای گرم ساختن خانه های مردم است، اما دولت به این کار توجه ندارد و روزانه بیش از 500 متر زغال سنگ کشور با بهای 50 دلار در هر تن به پاکستان صادر می شود. این نهاد می گوید که زغال سنگ یگانه بدیل برای گاز و چوب در کشور است، زیرا که افغانستان به اندازه کافی زغال سنگ دارد و بهای آن نیز نسبت به گاز و چوب بسیار اندک است. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت تجارت و صنایع را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار امریکایی 49 افغانی و 40 پول، یک یورو 64 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی، 1000 تومان ایرانی 32 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 549 افغانی. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 0. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. و سرانجام در شهر هرات، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. امروز خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.